وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. کریسمس در اصل یادآور بر این هست که خداوند بر زمین آمد و جسم انسانی بر تن کرد و نجات و رهایی رو برای همه نیز مهیا کرد. فقط کافی است ایمان آوریم تا رستگار شویم. مطابق کتاب اشعیا 51 4 الی 5 از کتاب شریف براتون میخونم. اعلام میکنه: ای قوم من گوش دهید و به آنچه میگویم توجه کنید. تعالیم من برای تمام ملت هاست. یعنی آنچه را که به عنوان بیش از 300 پیشگویی در کتاب مقدس آمده که خدا بر زمین خواهد آمد و عدالت من برای آنها نور خواهد بود. یعنی آنچه را که ماورای انصاف و شریعت هستش، درش رحمت هست، درش حکمت هست، درش یک دلسوزی کامل 100% هست که حتما نباید با ریاضت کشی، نباید با 100% تمام قوانین شریعت که من انجام بدم نیز انجام بشه، بلکه فیض و رحمت خداست که حاکم میشه برای آنانی که مشتاق او هستم. عدالت من برای آنها نور خواهد بود و با سرعت می آیم. یعنی تأخیر نمی کنم. یعنی این نیستش که من به زمان خیلی طولانی، آنچرا که گفتم هر زمانی که زمان به کمال برسد من خواهم آمد. و اعلام می کنم باز: من با سرعت می آیم و آنها را نجات می دهم. زمان پیروزی من نزدیک است. زمان پیروزی خدا بر شیطان که باعث شد که انسان به دام گناه و هلاکت نیز قرار بگیره. و اعلام می کنم: من خودم بر ملت ها حکمرانی خواهم کرد. در اصل به توسط روح القدس از این بود. حتما شریعت خداوند کامل هستش و شریعت خداوند برای زندگی انسان ها ضرورته. اما اینک روح خدا که حکمت و بصیرت خداست در ما عمل میکنه تا به نیکویی در مسیر اراده و هدف مقدس خلقت نیز عمل کنیم. و اعلام میکنه: سرزمین های دوردست در انتظار من هستم. آنها منتظر و امیدوارند که آنها را نجات بخشم. و 2000 سال پیش نیز چنین اتفاقی افتاد. اینک بهترین مسیری که می توانیم انتخاب کنیم برای نجات و رهایی این هست که قلبمون رو به مسیح بدیم و خیشتن را تقدیس کنیم و اجازه بدیم به توسط روح القدس روح خودمون را تقویت کنیم تحت اراده خدا و تمام افکار و تمام احساسات و حتی تصمیمات ما را به خداوند تقدیم کنیم.